درود بر همیهنان ارجمند، بینندگان برنامه. شاهین نژاد هستم، در برنامه دیگر از تلویزیون پارس خدمت شما هستم، از سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. امروز در غیاب دوستان شهرام آریان و شهروز اش تنها خدمتون هستم. خبرها و تصاویر خیلی بدی از ایران میرسه. حالا شوربختانه بیشتر خبرهایی که از ایران میرسه خبرهای بده، ولی این جستاری که امروز با شما میخوام در میون بذارم واقعا مانند یه بغضی تو گلوی هر ایرانی که وجدان بیدار داره و این خبرها و این رخدادها رو پیگیره ایجاد میکنه که واقعا قابل درک نیست. آدم نمیفهمه چرا باید توی جهانی که خشونت ها تا حد زیادی کاسته شده، روابط انسان با طبیعت و انسان با انسان تا حد زیادی تنظیم شده، چرا باید در سرزمین من و شما یک رویدادهای بسیار تلخی رقم بخوره، به ویژه درباره جنایتی که انسان در حق جانداران دیگه میکنه و یا انسان در حق طبیعت میکنه. اشاره مستقیم من به جنایت هایی است که در باره سگ ها تو هفته های گذشته در ایران انجام شده. البته این جنایت ها محدود به هفته ها یا ماه های گذشته نیست، کلن جانداران دیگر در میهن من و شما برای مدت طولانی است که جا و مکانی ندارن و ارزشی ندارن و همه گونه با اینها بدرفتاری میشه، انگار که اینها یه تیکه جامدن، انگار که سنگن و نه روح دارن و نه احساس دارن. حالا از 1400 سال پیش به این ور پیوند ما با زیستبوممون بسیار پیوند زشتی شده. اون هارمونی، اون سازگاری و آن همزیستی که میان ما و دیگر جانداران در عرصه گیتی بوده کامل از میان رفته و ما تبدیل شدیم به یک هیولایی. انسان تبدیل شده به هیولایی که به خودش اجازه میده با جانداران دیگر بسیار بدرفتاری کنه، زیست بوم یا هم محیط زیست رو تخریب کنه، ویران کنه و با بد رفتاری و همچنین سوء مدیریت آنچه که مربوط به منابع طبیعی میشه رو بیش از پیش از میان ببره. از 1400 سال پیش که ما رفتیم روی سراشیبی سقوط، سقوط تاریخی ما برای ما سقوط اخلاقی و رفتاری هم رقم زد و آینی که به ما میگوید انسان اشرف مخلوقاته، این انسان خودخواه و منفعت دوست و بی انصاف رو به گونه‌ای تربیت میکنه که به خودش اجازه بده با هر جنبنده دیگری، با هر موجود دیگری، با هر ببیجه چارپای دیگری رفتاری بکنه که در فرهنگ ایران هیچ پیشینه ای نداشته. سگ ها که به طرز شگفت انگیزی مورد تنفر اسلامگراها و مسلمانان هستند، در تاریخ انسان می شود گفت که کهن‌ترین دوست انسان بر روی کره خاکی بودند. تصور بکنید زمانی رو که نه آتشی انسان افروخته بود و با آتش آشنایی داشت و طبیعتاً چون با آتش آشنایی نداشت هم سرما رو باید تحمل میکرد، هم تاریکی رو باید تحمل میکرد. در شبهای زمستان در تاریکی در سرما سگی که جانور اهلی شده کنار انسان بود برای انسان کمکی بود که انسان خطر رو تشخیص بده، اگر ماری اون نزدیک هست سگ اونو آگاه کنه، اگر که پرتگاهی هست سگ به اون هشدار بده. در کنار سگ آرام میگرفت، مسیرها رو میشناخت، از تاریکی کمتر میارسید. بعدها که شروع کرد به گله داری، این سگ بود که این گله های گوسفند و بز و در حقیقت برای انسان پاسبانی می کرد. بزرگترین سرمایه انسان ها همین چارپایان و
احشامشون بودن و بعد سگ اومد در عصر جدید به گونه دیگر هم دوست انسان شد، برای نابینایان، برای سالخوردگان، برای کسانی که در جای دور زندگی میکردن، در جای پرت و دور افتاده و نیاز به نگهبان داشتن، برای انسانهای تنهایی که میخواستن در نبود خانواده تنهایشون رو پر کنن. این سگ همه گونه دوست و رفیق انسان بود از روز آغاز، از هزارهای دور تا امروز. طبیعتاً وقتی میگیم سگ بر روی کره خاکی، میهن ما هم استثنا نبوده. ما با سگ خیلی میونه خوبی داشتیم در تاریخمون پیش از اسلام. حتی نامهایی رو که برخی افراد رو خودشون میذاشتن منشعب شده از نام سگ بوده و این همزیستی و این رفاقت با سگ پس از اسلام در میان روستاییان از میان نرفت، چون سگ نیاز انسان بود برای زندگی روستایی، برای ایلات و عشایر همچنین، ولی در زندگی شهری از اونجایی که مسلمان ها زودتر دست بالا رو پیدا کردن و زودتر از روستاها و ایلات و عشایر در شهرها بود که اکثریت شهرنشین مسلمان شدن که البته اونم 2300 سال دست کم طول کشید، رفتار با سگ رفتار تو هم با تحقیر شد، رفتاری بسیار دشمنانه و زشت شد. ولی عصر جدید، روزگار نو، مناسبات دیگری رو برای انسان ایجاد کرد و دوباره سگ رو انسان پذیرا شد. در کشور ما هم کاملا به صورت خیلی آشکاری ما یک تقسیم خیلی پررنگی میان هممیهنانمون شاهدیم. کسانی که به سگ‌ها، به گربه‌ها غذا میدن، بهشون میرسن، میکوشن که جای اینا رو دیدن به هر حال غذای اگر هست بیارن در اختیارشون قرار بدن، اگر که از جای دارن عبور میکنن میگذرن با ماشینن با میستن تا اون سگ یا گربه رد بشه، وقت بهش نزنن. و برخی دیگر از کسانی که در میهن ما زندگی میکنن که مثلا هممیهن ما هم هستن، رفتار کاملا بیمارگونه دارن با جانداران. نمیدونم آیا عقده های خودشون رو سر این جانداران بی زبون خالی میکنن، سنگ میزنن، میگیرن، آتیش میزنن، گربه رو میزنن، رفتارهای عجیب و غریب، نه غیر انسانی، اصلا غیر منطقی که آدم نمیدونه این منطق از کجا آمده که شما چرا وقتی یک جانوری برای خودش داره یه بر میره و به شما کاری نداره، سنگ سنگی و میده به طرفش پرتاب میکنی توی کوچه، سر گذر، سر دیوار. و این گونه رفتارها باعث شده که واقعا ما یک دوگانگی خیلی خیلی قابل بحثی رو در میان همیهنانمون میبینیم. همیهنانی که رفتارهاشون ایرانیست و انسانیست میکوشن در شهرهای مختلف برای سگها و گربه ها پناهگاهی درست کنن، از زمین های که بیکار افتاده یا از خونه های نیمه ساخته استفاده میکنن. حتی بعضی جاها دامپزشکانی پیدا شدن، داوطلبانه اومدن، واکسنایی زدن، بچه ها غذا میبرن تقسیم میکنن تو کوچه، تو خیابون به گربه ها، به سگ ها. و این گونه رفتارها رفتارهای بسیار زیبایی است که همچنان که گفتم هم با فرهنگ ایران شهری سازگاره، هم با آیین ایرانی همراهه و هم با کد اخلاقی انسان امروز بسیار میخونه. رفتارهای دیگری که آدم واقعا شرم میکنه ازش به عنوان رفتار هموطنان یاد کنه بسیار اندوهباره و واقعا آدم نمیدونه که چگونه یه همچین تصاویر زشتی و که شوربختانه در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون هم اینور اونور به چشم میخوره رو به دیگران نشون بده و از اینکه یه همچین هممیهنان بیمار و فرومایه‌ای داره این شرم رو با خودش به کجا ببره. من ظرف هفته‌ای گذشته انقدر این سگ آزاری در جمهوری اسلامی شدت گرفت که بالاخره وجدان بیدار جامعه تکونی خورد و بخش از همیهنان ما در شهرهای مختلف به ویژه در تهران اعتراضات گسترده‌ای کردند.
خبرهای اومده بود که سگ‌ها رو با اسید کشتن. شهرداری پایتخت و شهرداری چندین شهر دیگه ظاهرا پول‌های رو به پیمانکاران دادن که اینا راه بیفتن و سگ‌ها رو بکشن. و اسمش هم این است که میگن سگ‌های ولگرد رو می‌کشیم. این سگ‌ها پناهی ندارن، بی پناه هستن. وقتی سگی خونه‌ای نداره که اونجا زندگی کنه، وقتی جایی که قبلا پاتوق اون سگ بوده، من و شما انسان رفتیم زمین رو گرفتیم، سله زدیم یا خونه ساختیم یا کوچه کشیدیم یا اتوبان کشیدیم، اون بیچاره که برای صدها سال، برای صدهای طولانی، قرن‌های طولانی خودش و نیاکانش اونجا زندگی می‌کردن، الان شگفت زده و حیرانه که کجا باید بره چه زندگی کنه. ما این که رفتیم وسط زندگی اینها، شهرامون رو گسترش دادیم. و امروز به بانه این که این سگ ولگرده یا باید مورد ضرب و شتم نوجوانان و جوانان بی تربیت و فرومایه قرار بگیره، یا باید شهرداری و عوامل حکومتی بریزن و با اسید یا با تفنگ اینها رو از میان ببرن. واقعا شرم‌آور و غم‌انگیزه. مکانهای زیست اینها رو اشغال کردیم و این سگ‌هایی که پناه خودشون، جای زندگیشون از دست دادن، حالا به عنوان سگ ولگرد از میان میبریم. من پیش از اینکه بحث رو پی بگیرم، یه سری عکسایی که بود و میخواستم با شما همراه بشم و اینها رو نشون بدم که حجم زشتی کار رو با همدیگه ببینیم. از یک سو این تعدادی از سگ‌هاست که به صورت فله‌ای کشته شدن و جسدهاشون رو هم ریختن، اینها رو میبرن به یک جایی در بیرون شهر و بعد آتیش میزنن که بسیار بسیار شرایط زشت و ناهنجاری است. اینجا سگی است که فرزندانش رو به قتل رسوندن. ببینید 5 تا 6 تا توله داشته، همه رو کشتن. و شما درد این از دست دادن این سگ توله ها رو در چشم این مادر، سگ مادر ببینید. این حس داره، این غریزه داره، این مادری میکنه برای این سگ ها. و تصور بکنید که همچین اتفاقی برای یک انسان بیفته و بیاد قتل عام شدن بچه هاش رو ببینه. واقعا من نمیدونم چه بر سر ما آمد. 1400 سال پیش اون دودی که امروز داریم میبینیم، آتشش و شعله زشتش در 1400 سال پیش در همون قادسیه افتاد به خرمن ایران زمین و ما رو به قهقرا برد و ما رو تبدیل کرد به اهریمنهای انسان نما. واقعا به جای شرمه. امیدوارم هم میهنانی که تالا بی تفاوت بودن به خودشون بیان و در این زمینه دست و دست نذارن و همراه با هم میهنانی که سر و صدا کردن و اعتراض کردن، صدای اعتراضشون رو بالاتر ببرن. این یک تصویر دیگری است، این بار از کشتار سگ‌های بی‌پناه توسط عوامل حکومت نیست، بلکه یه جریان دردآور دیگری است. دو نفر سگ‌های خودشون میارن و به دعوا، به جنگ میندازن. به نظر میاد یه منطقه حاشیه شهر باشه، ولی سگ‌های گردن کلفت و اینجوری به جون هم میندازن و شرط بندی میکنن روشون. تصور کنید یک سگ تیکه پاره میشه، از میان میره، سگ دیگه هم اونقدر زخم بر میداره که دیگه به زندگی عادی بر نمیگرده. برای اینکه دوتا گردن کلفت مثل این آقا یا این فرد دیگه، اینها به یه پول و پله برسن. شرم بر کسایی که این کارو میکنن و شرم بر کسایی که وامیستن و در کمال بی‌تفاوتی نگاه میکنن. از نظر من این دقیقاً مثل اون صحنه است که در دار میکشن و یه عده وامیستن پایین نگاه میکنن و تخمه میخورن. واقعا غم انگیزه. این تصویر، حالا پیامش که اینها ولگرد نیستن بلکه بی‌پناهن، پیام زیبایی است، ولی خود تصویر گویاست. سگی نشسته و بسیار ناراحت و غم زده و دو تا گربه رفتن رو دوشش و رو شونش نشستن. یه موقعی میخواستن بگن که مثل دو نفر به هم میپرن و دعوا میکنن، میگفتن مثل سگ گربه به هم میپرن، ولی الان میبینی که گربه ها رفتن در آغوش سگ و چقدر این فضای دوستانه رو شما تو این تصویر حس میکنید که اینقدر این گربه آسایش داره که حتی رفته روی دوش سگ خوابیده و این سگ با
شکیبایی و بردباری داره تعامل میکنه و داره به دوربین نگاه میکنه. گربه ها و سگ ها با هم توانستن کنار بیان و با هم بدون خشونت یه جا همزیستی کنن. این انسان نکبت مسلمانی که خودش رو اشرف مخلوقات میدونه است که به خودش اجازه میده محل زندگی جانداران دیگر رو بگیره، اونا رو با آتیش بکشه، کتکشون بزنه، با چوب بزنه، اسید به خوردشون بده، اونا رو مختون نصف کنه و انقدر دل آدم از این تصاویر که میبینه آزرده میشه که تصمیم میگیره رو درواسی کنار بگذاره و خیلی رک و آشکار حقیقت این آدمهایی که به معنی واقعی فرومایه هستن و متاسفانه بخشی از عوام کشور ما هستن که تعدادشون هم کم نیست رو بیش از پیش برملا کنه. از اونجایی که از بدها گفتیم خوبه سری بزنیم به خوبها. اینا احتمالاً یک نوه و مادر بزرگی هستن از همیهنان ما که در یک گوشه از اون تظاهرات بزرگی که برای اعتراض به کشتار سگ‌ها انجام شده بود واستادن. مادر بزرگ نه به سگ‌کشی رو در دست گرفته شعارش رو و نوه ما حامی حیوانات خواستار توقف کشتار وحشیانه مخلوقات بی‌گناه خداوند هستیم. آفرین بر این مادر بزرگ که نوه‌ش رو از این سن می‌بره و بهش یاد میده که ما به عنوان انسان وظیفه داریم نسبت به جانداران دیگر منصف باشیم و برای اونها هم حقی، حق آب و گلی در اون میهن قائل باشیم. تصاویر دیگری هست خیلی ساده، تیک کارتون رو کندن روش نوشتن من را نکشید، عکس یک سگ مظلومی رو گذاشتن. آفرین بر همیهنانی که اینگونه بی‌تفاوتی کنار گذاشتن و دست به اقدام عملی زدن. چند خانوم هم که پلاکاردی در دست دارن سگی که اینگونه به مرگ هدایت شده و خون از گردوش را افتاده شعار زیبایی نوشتن پاکیزگی شهر به کشتار حیوانات نیست. متاسفانه کار شهرداری به جای تمیز کردن شهر و ایجاد محیطی سالم برای شهروندان و حتی برای چهارپایان به جای اون کارشون این شده که یه دستورجو رو بفرستن به وسط شهر و سگ و گربه ها رو اینگونه نفله کنن. این به خاطر اعتراض به اسید تزریق کردن به تعداد زیادی از سگ ها در کهریزک بوده که همیانا رفتن پلاکارد ها رو میبینید. کهریزک خالی از وفا شد، خدای ما همان خدای حیوانات هست. تصاویر از تظاهرات همیانان در تهران. اینجا از عاملین سگ‌کشی شکوه شده و شعارهای مانند سگ برابر با وفاداری، انسان برابر با جنایت در دست هممیهنانه. باز تعدادی از هممیهنانی که مشغول تظاهرات هستند ما سگ‌ها رو دوست داریم، بی‌رحمی با حیوانات خلاف قانون، خلاف دین، خلاف اخلاق، خلاف انسانیت. البته این خلاف دین ایرانی است ولی شوربختانه اسلام در این زمینه مشکلی با آزار حیوانات ظاهرا نداشته. از این رو مسلمان ها به خودشون حق میدن با حیوانات هر رفتار زشتی که دوست داشته باشن انجام بدن، به ویژه با سگ بیچاره که من نمیدونم چه پدرکشتگی با این حیوان با وفا و دوست داشتنی دارن. تعداد دیگری از همیهنان با شعار سگ کشی را متوقف کنید، حیوانات مانند مخلوقات خداوند هستن، جان مخلوق خدا را نگیرید و شعارهای از این دست. سگهای سرزمینم را نکشید، بیایید زبان بی صدایان باشیم، کشتار تعطیل، عقیم سازی به اضافه واکسیناسیون. به هر حال پیشنهاد دادی که هموطنا کردن برای جلوگیری از این تظاهرات طبق معمول به خشونت کشیده شد. عوامل حکومت جمهوری اسلامی حمله کردن و این گونه مورد ضرب و شتم قرار دادن برخی از همیهنان ما رو و این بخشی از اون تصاویری است که میبینید. یکی از خانم هایی که شرکت داشته در تظاهرات به این صورت کتک خورده، فیلم هایی هم هست که براتون پخش میکنم. این در کشور ما نیست، در سرزمین دیگری است. سیل اومده و بچه رو میبینید که خودش داره عملا تو آب فرو میره، آب قهوه‌ای بسیار کثیفی هم هست ولی برای اینکه سگ از میان نره سگ رو روی تشتی گذاشته رو سرش. باید برای این
نوجوان یا کودک هر جای دنیا که زندگی میکنه از جا برخیزیم، کلاهمون رو به نشانه احترام برداریم و بفهمیم که بزرگی انسان نه به جاییست که در اونجا زندگی میکنه، نه به ادعاهاییست که داره، بلکه به کنش و رفتاریست که از خودش بروز میده. این بچه باید برای خیلی از همیهنان ما که در قفلت و جهالت و بیشوری به سر میبرند در ارتباط با رفتار با جانداران، باید سرمشق باشه و باعث این بشه که شرم کنن و از این مدل پیروی کنن. این گونه خودش رو با آب آتیش میزنه، یک بچه سگ کوچیکی رو نجات بده. واقعا آفرین بر این نوجوان. و اما داستان غم‌انگیز دیگری، حدود فکر کنم 2-3 ماه پیش یک خرسی همراه با توله خودش از ارتفاعاتی عبور میکرده در استان مازندران. این بچه خرس لیز میخوره و از ارتفاع غلط میخوره، میفته پایین، ولی خب زنده میمونه. متاسفانه چند نفر انسان نما این توله خرس رو دوره میکنن و سنگسارش میکنن. یعنی انقدر سنگ به این حیوان بدبخت میزنن که این بچه خرس میمیره و از این کار زشتشون فیلم هم میگیرن و همین فیلم باعث شد که جامعه تکون بخوره و متوجه بشه که چه هیولاهایی، چه اهریمنهایی، چه دیوانی در پوست جامعه رشد کردن به عنوان همشهری یا هموطن با سر و وضع انسانی ولی درونی بسیار سیاه و تاریک. این همون طول خرسه که وقتی افتاده بوده بعدن اینگونه بهش حمله میکنن و یه بچه خرس بی آزار بدبخت رو به جای که کمکش کنن به سوی مادرش برش گردونن، اینگونه میکشنش. و این طول خرس وقتی داره جان میده و داره زجه میزنه از درد، این پهلوان پنبه هایی که میبینید باستادن و جست گرفتن و خیلی به خودشون مغرورن که یک بچه خرس بی پناه رو انقدر بهش سنگ زدن و انقدر شکنجهش کردن که داره آخرین لحظات زندگیشو میگذرونه و جان میده. اینها آدم هایی هستند که هرگاه صحبت حق و حقوق انسانی میشه، هرگاه صحبت از عدالت و آزادی میشه، خفه خون میگیرن، جلوی قدرت زبانشون کوتاست، ترسوان، فرار میکنن، هیچ هنری نداشتن تو این 40 سال برای دفاع از خودشون، حق خودشون، حق هممیهنشون، انصاف و عدالت و آزادی کشک، فقط زورشون میرسه به موجودات بدبخت بی پناه بی زبان مثل این طول خرس. اینها ضعیف کشند. یک حکومت فاسد و مردم جاهل به قدرت میرسونن، همانند جهالتی که در سال 57 برخی از خودشون نشون دادن، و اون حکومت فاسد مردم رو هم فاسد بار میاره. برای همین است که برخی از هممیهنان من و شما امروز متاسفانه از این قبیل آدم ها هستند. از سوی دیگر هممیهنانی هم هستند که بسیار در این زمینه واکنش های خوبی از خودشون نشون دادن و نشون دادن که مانند همیشه در ایران بخشی از ملت به دنبال این هستن که کار درست رو انجام بدن و باعث افتخاره که اینگونه سفت واستادن و درخواست اشد مجازات رو کردن برای عاملین سنگسار این طول خرس در سوادکوه مازندران و حتی شماره تلفنی گذاشته بودن که پیامک بزنه به این شماره تلفن که دادستانی منطقه است که برای کسانی که تو این سنگسار دست داشتن اشد مجازات رو به هر حال فراهم ببینن. من فکر میکنم که هر روزه این عکس ها و این تصاویر که این برانور دیده میشه یه مقداری فرسوده میکنه روح انسان. بسیار تصاویر جانکاهیست. ما میخوندیم این برانور در یکی از بزرگان گفته بود و جای نوشته بود که اگر میخواهید
یک جامعه رو ارزشیابی کنید، ببینید که در باره دو پدیده چگونه میاندیشه، یکی درباره خدا و یکی درباره زن. خدا رو چجوری تصور میکنه در ذهنشون جامعه و رفتارش نسبت به زن چگونه هست. من به این دوتا یک سومی رو اضافه میکنم که به نظر من خیلی خیلی مهمه، شاید از هر دو اینا مهمتر باشه، که اون جامعه زیست بومش رو چگونه باش رفتار میکنه. زیست بوم که شامل منابع طبیعی است و شامل جاندارانی که قرار کنار انسان زندگی کنند و هزارهای بسیار دراز و طولانی رو با انسان به سر بردن و خیر و نیکیشون به انسان رسیده که آزارشون نرسیده، مثل همین سگ و گربه و گاو و گوسفند و اسب و دیگران، خر و قاطر، همشون همه به درد انسان خوردن. ما به درد اینا نخوریم که هیچی، تا اونجا که تونستیم این بدبخت ها رو بهشون آسیب زدیم. و واقعا اگر این از این قضیه نگاه کنیم، از این زاویه، متاسفانه برخی از همیهنان ما نمره بسیار زشتی میگیرن. اگر قرار باشه سزاواری و شایستگی جامعه به رفتار اون جامعه نسبت به زیست بوم باشه، برخی از همیهنان ما نمره خوبی نمیگیرن. اینا هم تربیت شده یه همین نظام جمهوری اسلامی هستن، نظامی که با سوء مدیریتش بسیار به منابع آبی کشور لطمه زده، پوشش های جنگلی رو بسیار بسیار بهشون آسیب زده، به خاطر سودجویی خیلی از گونه های گیاهی و جانوری رو در ایران از میان برده یا در آستانه نابودی قرار داده، و از همه بدتر مردمی یا بخشی از مردم رو به گونه ای بار آورده و تربیت کرده که اینها نه به خودشون رحم میکنن، نه به هموطنشون، نه به جانداران دیگه و نه به محیط زیستی که در اونجا زندگی میکنن. این تمامش پیامد این آقایونیست که به طور مشخص در 40 سال اخیر این کار رو با کشور ما کردن. ولی بخوایم ژرف‌تر نگاه کنیم، این رویه 1400 ساله است. در آیین ایرانی زرتشت که مسئله زیست بوم بسیار بسیار مهمه، به گونه ای که تقریبا آلوده کردن زیست بوم تبدیل شده به یک تابو، به یک تابوی بسیار زشتی از نظر دین، از نظر آیین ایرانی. آلوده کردن آب، آلوده کردن خاک، سوء استفاده از آتش و همچنین آلوده کردن هوا. برای مردمی که با همچین آیین و آیین‌های شبیه این آشنایی داشتند و بهشون باور داشتند، بسیار بسیار جای تأسف و اندوه که امروز در فضای زیست کنن که نه برای آب ارزش قائل باشن، نه برای خاک بهای قائل باشن، و نه جاندارانی که در این فلات بزرگ ایران زمین کنار انسان زیست کردن رو اینقدر بیبها بدونن که به خودشون اجازه بدن این رفتار رو باشون بکنن. ما مردمی هستیم که اگر کسی هیچ چیزی از ادبیات فارسی بلد نباشه، دست کم این بیت سعدی رو که تضمینی از یکی از مصرعهای شاهنامه فردوسی درش هست و بلده دیگه. اینو هر بی سواد و با سوادی در ایران بلده. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این پیام فرهنگ ایران بوده که فردوسی در شاهنامه در داستان ایرج اشاره بهش میکنه و بعد سعدی هم اینو تضمین میکنه. و ما الان انسانهایی هستیم که مور که هیچی، به خیلی بزرگتر از مور هم رحم نمیکنیم. نسل پلنگ رو برمیندازیم، توله خرس رو سنگسار میکنیم، سگ و گربه رو در کوچه و خیابون و محله لطوپار میکنیم. و نمیدونم آیا این گونه رفتار کردن بیش از پیش عده دیگر از همیهنان رو که قصه ایران رو دارند و میکوشن شهروند خوبی باشن، انسان شریفی باشن، ایرانی درستکاری باشن، مثل همونایی که به این سگ و گربه ها کمک میکنن، با حیوانات خوشرفتاری میکنن، برای محیط زیست نگرانن و کوشا هستن، آیا اونا رو بیش از پیش ناامید نمی کنه
که شاید بقیه ملت ما سزاوار همین نظام و همین حکومت و همین زندگی هستن، طبیعتاً این اثر رو داره. ما باید خودمون رحم و مروت و رعفت و مهربانی و نرم خویی و نشون بدیم به هموطنمون، به همشهریمون، به هم محلهیمون، به سگ و گربه های محلمون، اگر در روستا هستیم به قاطر و اسب و چهارپایانی که در اون روستا هستن، برای اینکه این جامعه بتواند خشونت زدایی کنه و این باری و این سمی رو که 1400 ساله به پیکرش تزریق شده رو به مرور از بدنش خارج کنه، سم زدایی کنه. در غیر این صورت این گرفتاری های ما گرفتاری هایی هست که شاید خیلی طولانی تر از آنچه که بوده بمونه. از این روز که ما همیشه در جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی گفتیم، نوشتیم و باز هم میگیم و خواهیم نوشت که گرفتاری ما، گرفتاری ما ایرانیان امروز، درسته که جلوش و نمودش سیاسیه، ولی افسون بر آن و خیلی خیلی مهمتر از آن گرفتاری ما گرفتاری فرهنگیه. گرفتاری فرهنگی بوده که ما رو به این منزلات سیاسی امروز رسونده. اگر میخواهیم یک بار برای همیشه از این بنبست بزرگی که گرفتار کردیم خودمون رو درش بیرون بیایم، از این سیاه‌چالی که درش افتادیم بیرون بیایم، از این سرطانی که به جون ما افتاده رها بشیم، به دنبال مسکن نباشید، به دنبال راهکار کوچک و کوتاه و بدون درد سر و که آنی اثر بکنه نباشید. باید رو کنیم به فرهنگ ایران شهری، باید از نو ایرانی بشیم، باید از نو ایرانی بیندیشیم و از نو ایرانی رفتار کنیم. در غیر این صورت با اون بلاهایی که تو این 1400 سال سر ما آمده، ملتی خواهیم بود بسیار آسیب دیده، پرخاشگر، آشفته و باری به هر جهت. اگر میخواهیم بهتر زندگی کنیم، اگر خودمون رو سزاوار زندگی بهتری میدونیم، باید بکوشیم که مشکلاتمونه که بسیار بسیار مشکلات بنیادی هم هست، خیلی ژرف‌تر بهش نگاه کنیم و به دنبال راهکارهای اساسی و پایه‌ای باشیم. نخواهیم که با یک مسکن یک سرطان رو درمان کنیم، عملی نیست. باید جراحی کرد، باید اون سلول‌های سرطانی رو در آورد، باید شیمی درمانی کرد و باید از بیخ و بن این گرفتاری رو در جامعه ایرانی حل کرد. همیانان ما به هر حال بخشی از اونها کمچنان که گفتم بیدار بودن و بسیار برافروخته از این ستمی که به این سگهای بیچاره رفته، تظاهراتی و سر و سامان دادن که میکوشم اگر بشه چند ثانیه از این تظاهرات رو براتون پخش کنم که ببینید چقدر عجیب این تظاهرات رو طبق معمول حکومت به خشونت کشید. تظاهراتی که اصلا نیاز نبود که به این جا کشیده بشه، عملا مانند هر حرکت مدنی دیگری توسط حکومت به جایی رفت که نباید می‌رفت.
بسیار خوب، این تصاویر بود از وایس آف امریکا و سایت رادیو فردا که حالا تو بحث اعتراضات در مورد سگ و کشتار سگ‌ها رادیو فردا طبق معمول داشت ازش یه استفاده هم می‌کرد و یک نظرات سیاسی هم وسط می‌داد. به هر حال من و شما شگفت زده می‌مونیم که چرا تظاهراتی که بر علیه شهرداریه، که چرا شما با سگ‌های رفتار کردی، چرا اسید به خورد اینا دادی، چرا اینا رو تو شهرها می‌کشی، باید یه سری نیروی انتظامی حمله کنن و اینگونه به هموطنان خودشون آسیب بزنن. اصلا قابل درک نیست. من منطقی جریان متوجه نمیشم. حرکتی که کاملا یه حرکت اخلاقی است، خود و حکومت با این کار این حرکت رو سیاسی میکنه. به هر حال همچنان که تو تصاویر معلوم بود، حدود 2/3 فکر کنم تظاهر کننده ها از بانوان بودن که آفرین بر همیهنان بانو دوشیزه ما که تو این زمینه ها پیشتاز هستن. امیدوارم که در حرکت های اعتراضی بیشتری که انجام خواهد شد، آقایون هم بیش از آنچه که حضور پیدا کردن پیدا کنن. آن صحبتی که قرار بود انجام بدیم و من صحبت ها رو کردم، بسیار دل پوری داشتم و مطمئنم خیلی از شما هم از دیدن این خبرها و این تصاویر آزرده هستید. برای همیهنانی که در ایران بیننده برنامه هستن، این کار رو پیشنهاد میکنم که با دوستانشون تو محله، چون میدونم خیلی ها این کار کردن در جریان هم، تو محله شون صحبت بکنن، سگ‌ها و گربه‌های محله رو حمایت بکنن، براشون اگه مقدور از غذای باقی مونده شون تو خونه بهشون چیزی بدن، جلوی آزار و اذیت اینا رو بگیرن. اگر بزرگسالی یا بچه‌ای تو محله هست رفتار زشتی با این حیوانات داره، اینو باش صحبت بکنن، آگاهش کنن که این کارش چه کار زشتیه. به هر حال این چیزیست که ما میتونیم از همون محله خودمون، از کوچه خودمون، از برزن خودمون، از دوتا مغازه دار این ور اون ور و از نمیدونم همسایگان آغاز کنیم و مطمئن باشید بی اثر نخواهد بود. اگر هر کسی جلوی آزار یکی دوتا سگ و گربه رو بگیره، خیلی 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 در یه شهر 14-15 میلیونی مثل تهران یا شهرهای کلان، شهرهای دیگر مؤثر خواهد بود. هرچند باید این یک رفتاری بشه نهادینه در الگوی رفتار ملی ما که شهری و روستایی نمیشناسه و دانشمند و بیسواد هم نمیشناسه، باید به صورت یک عرف ایرانی در بیاد. به هر حال یکی دوتا تیک برنامه هم هست که در ادامه خواهید دید که البته به موضوع جستار امروز، به جستار امروز ربطی نداره، ولی با اون برنامه زرتشت از سری برنامه های جنبش رنسانس ایرانی رو به پایان میبریم. خواهش میکنم در پایین صفحه که تارنمای ما هست، iranianrenaissance.com مراجعه کنید، iranianrenaissance.com. اگر میخواهید که به جنبش کمک مالی بکنید، اونجا دکمه دونیشن هست، میتوانید رو اون کلیک کنید و بعد با کردیت کارت یا پیپل پرداخت کنید، یا اینکه برید به سایت انگلیسیمون persianrenaissance.org و همونجا این کار رو انجام بدید. کانال یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی رو سابسکرایب کنید، به اشتراک بذارید، کمک کنید تا مباحثی که تو برنامه ها مطرح میشه بهتر و بیشتر از پیش پخش بشه. بسیار از توجهتون سپاسگزارم. روز و شبتون خوش. امیدوارم که هفته بعد و هفته های بعد با شهرام و شهروز خدمتون باشیم. سپاسگزارم.